درود به همه دوستان عزیز، خوش اومدید به یه تحلیل دیگه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه ارز بیت کوین رو در تایم 4 ساعته و 1 ساعته بررسی کنیم، ببینیم که شرایطش در کوتاه مدت به چه صورته و چه سناریوهایی میتونیم برای قیمت در نظر بگیریم و ببینیم که اصلا شرایطش به چه صورته. بیت کوین در تایم 4 ساعته میبینیم که یک روند صعودی خیلی خوبی رو شروع کرده و باعث ایجاد محدودهای حمایتی مناسبی شده. و بعد از این روند صعودی قیمت به محدوده مقاومتی که داشته واکنش نشون داده و میبینیم که خیلی فشرده، در حال اصلاح نزولیه و در تایم 4 ساعته ما میتونیم انتظار داشته باشیم که تا زمانی که قیمت زیر این خط روند نزولی قرار داره، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت به اصلاح نزولی خودش ادامه بده و تا سطوح حمایتی 24 و 22000 هم قیمت اصلاح و یا ریزش داشته باشه، البته در تایم 4 ساعت. در تایم 4 ساعت قیمت محدوده حمایت استاتیک 25400 رو یک بریک فیک زده و می‌بینیم که یک شکست فیکی داشته و تا این محدوده رو شکسته می‌بینیم بعد چند کندل سریع اومده بالای محدوده و هنوز این حمایت 25000 ما حفظ شده. بریم توی تایم 1 ساعته، توی تایم 1 ساعته قیمت رو بررسی کنیم و ببینیم که توی کوتاه مدت قیمت چطوریه شرایطش و ببینیم میتونیم پوزیشنی در تایم پایین تر بگیریم از قیمت یا نه. در تایم 1 ساعت قیمت یک خط روند نزولی داشته و میبینیم که اومده و این خط روند نزولی خودش رو شکسته و ما باید منتظر باشیم و در صورتی قیمت بتونه بالای این سطح تثبیت بشه میتونیم انتظار داشته باشیم که یک روند صعودی کوتاه مدتی رو از قیمت شاهد باشیم و با توجه به این محدوده حمایتی که توی این ناحیه داره و میشه حدوداً قیمت حدوداً 28000 میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت در مرحله اول تا این محدوده 28000 رشد داشته باشه و میبینیم که این محدوده مقاومتی 28000 ما با خط روند نزولی ما حدوداً یکسان و در صورتی که قیمت بتونه تا این محدوده رشد داشته باشه میتونیم اولین سناریومون این باشه که قیمت از این محدوده به ریزش بیشتر خودش ادامه بده و توی این محدوده ما میتونیم منتظر باشیم که قیمت به ما تریگر نزولی بده و میبینیم که قبل از این محدوده مقاومتی نقدینگی هم وجود داره و میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت از این محدوده یک روند نزولی رو آغاز کنه و تا محدوده حمایتی 24000 قیمت در مرحله اول ریزش داشته باشه و البته که این محدوده 25000 هم هنوز برای ما معتبره و میتونیم انتظار داشته باشیم که در مرحله اول تا این محدوده 25000 ریزش داشته باشه و در صورتی که تو این محدوده حمایت نشه میتونیم انتظار داشته باشیم که تا محدوده 24000 هم قیمت ریزش داشته باشه. خب این بود از سناریو اول ما. در صورتی که قیمت بعد از اینکه تثبیت شد بالای این خط روند نزولی یک روند صعودی کوتاه مدتی رو آغاز کنه و توی این محدوده مقاومتی که هم محدوده خط روند نزولیه هم محدوده مقاومتی خود قیمته میتونیم انتظار ریزش بیشتر از قیمت داشته باشیم. سناریوی دیگه ای که میتونیم برای قیمت در تایم یک ساعته در نظر بگیریم، در صورتی که قیمت بتونه بالای این سقفی که اینجا ایجاد کرده و میبینیم که بعد از اینکه این سقف رو اینجا ایجاد کرده قیمت اومده و یک کف جدیدتری ایجاد کرده و درست کرده و باعث شکست شده و یا همون BOS و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت در صورتی که بتونه بیاد و بالای این سقفی که اینجا ایجاد کرده یک کندل کلوز بده حداقل و برای اینکه با خیال راحت به دنبال گرفتن پوزیشن و تریگر باشیم قیمت باید بیاد این مقاومت رو هم حتی با یه شادو بشکنه و میبینیم که این سقف رو هم شکسته و تریگر ورود ما یه جورایی تایید میشه و در اصلاح نزولی قیمت به محدودهای حمایتی که میتونه داشته باشه ما میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت به روند صعودی خودش ادامه بده و تا محدوده حدوداً 29000 که مقاومت قیمت محسوب میشه
قیمت رشد داشته باشه. و حالا در صورتی که قیمت بتونه بیاد بالای این سطح و یا حتی این خط روند نزولی قیمت بیاد بشکنه این دوتا محدوده رو، حتما براتون آپدیت میذارم و با هم دیگه سناریوهایی که تو اون تایم میتونه قیمت داشته باشه رو باز با هم دیگه بررسی میکنیم. خب خیلی سناریو چینی نکنیم و خیلی خودمون رو سردرگم نکنیم و همون دوتا سناریو ساده ای که میتونیم برای قیمت داشته باشیم و بریم با هم دیگه در نظر بگیریم. در حال حاضر قیمت باید بالای این محدوده تثبیت بشه و بعد از اینکه تثبیت شد میتونیم انتظار داشته باشیم که یک روند صعودی مناسبی رو تا در مرحله اول تا محدوده حدوداً 28000 شاهد باشه. بعد توی این محدوده 28000 محدوده مهم تصمیم گیریه و ما میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت به ریزش بیشتر خودش ادامه بده و یا این محدوده مقاومتی رو میشکنه و ما میتونیم در اصلاحش وارد پوزیشن بای بشیم. ولی با توجه به اینکه قیمت در تایم 4 ساعته که با هم بررسی کردیم و یک روند اصلاحی داشت، میتونیم بیشتر روی پوزیشن‌های سل تمرکز کنیم و انتظار ریزش از قیمت داشته باشیم طبق تحلیل تایم بالاتر. و هنوز البته که قیمت هم هنوز به ما تریگر ورودی هم نداده و ما خیلی به دنبال گرفتن پوزیشن بای نیستیم که خلاف جهت قیمت بخوایم ترید کنیم. ولی خب در صورتی که قیمت بتونه تو تایم یک ساعت هم به ما تریگر بده، میتونیم انتظار داشته باشیم که از این رشد کوتاه مدت قیمت استفاده کنیم. در صورتی که قیمت بالا این خط روند نزولی هم تثبیت نشه و بیاد و یکی دوتا کندل دیگه پایین تر از این خط روند نزولی، میتونیم انتظار داشته باشیم که قیمت به ریزش بیشتر خودش ادامه بده و تا در مرحله اول تا این محدوده حمایتی 24200 فکر کنم بود، بله تا این محدوده 24200 قیمت ریزش داشته باشه و هنوز قیمت برای ما کاملا صعودی نشده و میتونیم انتظار ریزش هم از قیمت داشته باشه. خب این بود از تحلیل ارز بیت کوین. در صورتی که تغییری توی چارت ایجاد بشه حتما براتون سعی میکنم که خیلی سریع آپدیت بذارم براتون و با هم دیگه دوباره سناریو قیمت رو با هم دیگه بررسی کنیم. لطفا نظر پیشنهادهای خودتون هم برای ما بذارین و اگه ارزی هم مد نظرتونه به ما بگین که براتون تحلیل کنیم. پرسود باشین دوستان و خداحافظ شما.